سلام، امروز میخوایم درباره فیلم برادران لیلا با هم صحبت کنیم. پس با من صابر جعفری همراه باشید. میدونی چرا اینه وضع بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست. در این چند روز که فیلم برادران لیلا به صورت آنلاین اکران شده، زد و نقیض‌های بسیاری توی نقدهای مختلف ازش شنیده میشه و از جشنواره کن که نقدهای خوبی نسبتاً گرفته بود، ولی نقدهای ایرانی بسیار زد و نقیض‌های زیادی با هم دارن و خیلی‌ها تعریف میکنن و خیلی‌ها نقدهای شدید میکنن که فیلم خوبی نیست. و میخوایم با هم بررسی کنیم که چرا فیلم خوبیه یا فیلم خوبی نیست. تا آخر عمر خودشون میگیرم یه چیزی از روش بر میدارم بقیهش رو میدم به خودشون. کامنت های زیادی که از مردم عادی و مخاطب عام زیر نقد ها که خونده میشه خیلی با هم تفاوت داره و نمیشه که الزاماً گفت که فیلم برادران لیلا فیلم خوبیه یا فیلم بدیه و در کل هم نمیشه سینما رو اینطوری تحلیل کرد. ولی خیلی از نقدهای ایرانی که دو جنبه داره، سعید روستایی در مقابل اصغر فرهادی قرار گرفته که اصغر فرهادی جنبه‌های انسانی و طبقه متوسط جامعه رو همیشه به نمایش میذاره، ولی سعید روستایی طبقه فرودست جامعه رو به نمایش میذاره که اصلا بیننده سینما نیستن و طبقه متوسطن که فیلم میبینن، سینما میرن، تئاتر میرن، کتاب میخونن و برای همین شاید از جنس اون آدم‌های فرودست جامعه نیستن. سعید روستایی خودش بارها و بارها گفته که خودش از اون طبقه بوده و با ابد و یک روز واقعا هنر خودش رو به نمایش گذاشت و ما همزادپنداری میکردیم. با اینکه شاید اینقدر خودمون به اندازه آدمهای ابد و یک روز فقیر نبودیم، یه جورایی دیالوگهای اون فیلم رو میفهمیدیم، ولی خیلی از نقدهای امروز برادران لیلا میگه در این برهه زمانی جامعه ما خیلی از دیالوگها برای ما نزدیک نیست. یعنی ما خودمون رو با هیچ کدوم از این قهرمانهای فیلم برادران لیلا نمیبینیم. مثلا توی یک نقدی اومده بود که ترانه الدوسی دغدغه های فمینیستی خودش رو داره و نمیتونه که وارد اون نقش بشه کامل و ما احساس نزدیکی باهاش نمی کنیم. همچنین نوید محمدزاده که بارها گفته که من روی دیالوگ ها تک تک کلماتشون رو میشمرم و طبقه بندی میکنم که در هر نقشی مثل هم نشه و اینا، ولی خیلی از نقد ها باز هم میگه که نوید محمدزاده باز هم تکرار شده در مغز های کوچک زنگ زده، در ابد و یک روز، در متری 6.5، این عصبانی نیستم. همه اینها وجه اشتراکاتی داره که نوید محمدزاده داره دوچار یک تکرار میکنه و یک نقدی گفته بود که نوید محمدزاده که باز هم خودش بود و هیچ تغییری باز نکرده، یا فرهاد اصلانی با اون هیبت و 5 تا بچه چجوری میتونه که تخم مرغ به دزد از خونه پدری که انقدر مفنگیه و پیزوریه. و شاپور شهبازی در نقدش گفته بود که خیلی این نگاه بد به پدر و مادر که در تمام فیلم های سعید روستایی هست و نشأت گرفته، دیگه خیلی مبرهنه که نشأت گرفته از زندگی خودش هست، در همه فیلم ها داره پدر و مادر رو میکوبه. ولی اگه بیایم از نگاه خانواده به این فیلم نگاه کنیم که این فیلم داره یک خانواده رو نشون میده، کامل مقام پدر و مادر و مقام خانواده کلن متشنج و متزلزل و در یک باطلاق فور رفته و مقام پدر و مادر کامل کوبیده. اما به نظر من یکم باید یک نگاه دیگه ای داشته باشیم که یه خود استعاره ای اگر به فیلم نگاه کنی فیلم ما رو بیشتر راضی میکنه. مثلا در جایی که لیلا میگه که چرا یک مرده باید برای ما تصمیم بگیره، سریع برای ما یک تداعی میشه که یک مرده داره برای ما تصمیم میگیره. و اگر بخوایم این رو تعمیم بدیم به دیالوگ‌های دیگه فیلم، این رو شباهت بدیم مثل قلعه حیوانات جورج اورول که تمام اون حیوان‌ها رو میتونیم بچسبونیم به یکی، تمام شخصیت‌های این فیلم، تمام اون خونه مخروبه، تمام اون پدر مادر، تمام اون مرده‌ای که داره برای ما تصمیم میگیره و یک زن میاد انقلاب میکنه در مقابل برادران بیکار تنبل بیورزه خودش با اینکه هیبتی دارن و اینکه پسرموها و فامیل و اینا که بیرون این خانواده هستن براشون تصمیم میگیرن و خط زندگی اینها رو تا حالا مشخص کردن، یه جایی باید جلوشون وایساد. ولی
یک چیز دیگه که واقعا موفق شاید نبوده از قول نقدها، هیچ کدوم از شخصیت‌ها براشون تا پایان فیلم سیر صعودی و نزولی پیدا نمیشه. یعنی ما همون بدبختی که در اول فیلم برای این خانواده میبینیم، برای اون پدر میبینیم، تنها چیزی که اتفاق میکنه مرگ پدره. و این سیر نزولی و صعودی که در فیلم‌های دیگه دیده میشه، مثل پریناز ایزدیار در ابد و یک روز که اون تصمیم بزرگ رو میگیره و زندگی خودش رو تغییر میده، ولی اینا خواستن که زندگی خودشون رو تغییر بدن، ولی به اون درجه از قدرت تصمیم گیری یا قدرت تغییر شخصیت در فیلم ها نرسیدن. و این که ما بیایم سعید روستایی در مقابل اصغر فرهادی قرار بدیم هم کاملا اشتباهه. مقایسه کارگردان با کارگردان خیلی حکم اشتباهیه، چرا که به تعداد آدم های روی زمین تفکر وجود داره، اندیشه وجود داره، مطالعه وجود داره، و ما نمیتونیم بگیم که سعید روستایی باید مثل اصغر فرهادی نگاه کنه یا من مثل شما نگاه کنم. پس همه اینها برمیگرده به نگاه اون کارگردان، دیدش اینه، و تا الان با سعید روستایی و فیلمهاش مخاطب همراهی کرده. و به هر حال همیشه یکی از استادای ما در دوره کارگردانی میگفتش که فیلم توی سینما یا موقع دیدنش اگر شما رو حالتون رو دگرگون کنه، این کار سینماست و سینما کارش رو انجام داده. و من در طول تمام 2.5 ساعت فیلم، اگه مخاطب عام حساب میشم اشکالی نداره، متخصص نیستم، یعنی ما با یک نگاه عام و به یک نگاه هنری حتی به فیلم نگاه کنیم، ما رو روی صندلی جابجا میکرد. و فیلمی که خوابمون نبره و ریتمش انقدر درست باشه، و من با آقای بهرام دهقان تدوینگر فیلم یک بار صحبت میکردم، ایشون گفتن که انقدر راشهای این فیلم و فیلم نامه این فیلم طولانی بوده که تدوین اولیه فیلم 4 ساعت طول کشیده بوده و حتی میخواستن که نسخه 4 ساعته به جشنواره کن بدن و بعدن بیان این رو سریالش کنن. و برای همین تدوینگر کارگردان رو با هم چلنج میکنن و راضی میکنه که این اتفاق نیفته و همین فیلم 2.5 ساعت حرفش رو بزنه. درسته که در خیلی از جاها مثل صحنه عروسی و اون صحنه رقص ها که یک منتقدی گفته بود که مگه فرح بخشین شما، مگه میخواین که مخاطب عام رو برقصید که مثلا جذب کنی؟ شما برای جشنواره کن فیلم فرستادید، آیا هر فیلمی که در جشنواره کن باشه فیلم خوبیه، یا هر فیلمی که در جشنواره کن بیاد بیرون فیلم خوبیه؟ و الزاما تمام فیلم های جشنواره کن که در سال گذشته بود واقعا یکی دو تاش بیشتر قابل دیدن نبود. خیلی فیلم ها افت کردن در این برهه زمانی بحران زده بعد از کرونا. اصلا کارگردان ها به هم ریختن مثل آدم ها. قبول کنیم که کارگردان ها خودشون انسانن و وقتی که می نویسن بعد از این دوره کرونا و توی این بحران اقتصادی و توی این 6 ماه بعد از مهسا امینی که اتفاق افتاده، یهو کارگردان دیگه تصمیم میگیره که پیه همه ضررها رو به تنش بماله و همون اکران فرانسه بسنده کنه و فیلم رو پخش کنه. به هر حال کارگردان راضی شده که فیلم پخش بشه و در دسترس قرار بگیره. اما به هر حال اگر ما بخوایم منصف باشیم، نگاه متوهم خیلی اینکه نخواهیم اصلا یک چیزی رو خوب ببینیم، خیلی از منتقدا نمیخوان اون چیز رو اصلا نگاه کنن، نمیخوان چیزی رو به عنوان یک اثر هنری نگاه کنن، از اول میخوان بکوبن تا آخر. این فیلم فیلم شریفیه، فیلم محترمیه و کاملا قابل دیدن هست و شما حوصله‌تون سر نمیره سر فیلم، قصه داره جلو میره، با اینکه ممکنه که یک سری ایراد داشته باشه، ولی به هر حال 2.5 ساعت وقت ما تلف نشده و ما دوست داریم که این فیلم رو ببینیم و حتی ممکنه که بعضی صحنه‌هاش رو دوباره هم بخوایم ببینیم. و اینکه اگر با جامعه فرودست، جامعه متوسط همزادپنداری نمی‌کنه و تورمی که الان در ایران به وجود اومده و سیستمی که موسولینی‌وار داره تصمیم می‌گیره که جامعه متوسط تبدیل بشن به جامعه فرودست و فقط یک جامعه طرفدار بمونه و یک جامعه فقیر، این فیلم در زمان خودش تاریخ ایران رو داره نشون میده. جامعه ایرانی که دلار از 3000 تومان رسید به 30000 تومان رو نشون میده. پس این فیلم
متمایز و مشخصی از تاریخ ایران هست که 20 سال دیگه 10 سال دیگه اگر این رو ببینیم میگیم که ما این بودیم و ممکنه که ما رو نمایندگی نکنه و قشر دیگه ای از مردم ایران رو داره نشون میده که سینما نگاه نمی کنن. پس اون مردمی که سینما میرن همزادپنداری کمتری دارن، ولی اصغر فرهادی چون که قشر متوسطی که سینما میره رو مخاطب قرار میده و قهرمان فیلمش قرار میده، اونجا همزادپنداری بیشتر میشه و همه میان مقایسه میکنن ببین اصغر فرهادی چجوری مردم رو نشون میده، حالا سعید روستایی چجوری نشون میده. اصلا این هیچ ربطی به هم نداره و اینو نباید ما با هم قاطی کنیم و به هر حال به سعید روستایی تبریک میگم و وقتی که ترانه علی دوستی به زندان میفته در این 6 ماه، نوید محمدزاده محکوم الکار میشه به خاطر بوسیدن همسرش روی فرش قرمز کن به خاطر همین فیلم، باعث میشه که همه این چیزها تغییر کنه و از این به بعد سینمای ایران و سینمای سعید روستایی، سینمای اصغر فرهادی تغییر خواهد کرد و باید منتظر بشینیم ببینیم در فیلم‌های بعدی چه اتفاقی میفته و لذت ببریم از زمان الانمون که ممکنه که در حال حاضر خیلی لذتی نداشته باشه، ولی همین فاصله خواستن تا رسیدن همیشه بسیار زیباتر از رسیدنه. ممکنه رسیدنه اصلا چیزی نباشه که در تصور ما هست، برای همینه که فیلم‌های سعید روستایی این ناامیدی همیشه توش هست، این منجلاب و توی باطلاق فرو رفتن قهرمان‌های فیلمش هست که هیچ وقت براشون هیچ اتفاق خوبی نمیفته حتی پایان فیلم، و سعی کنیم که یکم نگاهمون رو عوض کنیم و یک اثر هنری رو الزاماً بد نبینیم و الزاماً هم خوب نبینیم. فیلم باگ‌های بسیاری داشت، مثل اینکه وقتی که ترانه علی دوستی میاد میگه که این سند خونه رو توی مبل قایم کرده پدرش، چرا اون موقعی که برادر رو تصمیم میگیرن که مغازه رو پس بدن اون شب که این همه گریه میکنه چرا اون شب نمیگه؟ اگر بلا فاصله بعدش مثلا پیدا کرده چرا اون لحظه نمیگه؟ چرا اجازه میده پدره به اون مرحله برسه؟ این از نظر وحدت زمانی درست عمل نکرده و بازیا در این ریتم در نیومده که چرا ترانه زودتر این سند رو نکرد که اصلا پدر گرو نذاشته. این یکی از باگ‌های فیلم بود که ممکنه که شما نظرتون این باشه که درست بوده و دلیل لیلا برای این درست بوده باشه و زمانی که باید میگفته همین الان بوده، ولی به نظر من میتونست که همون شبی که برادرها تصمیم گرفتن که برن مغازه رو پس بدن خیلی زودتر این اتفاق بیفته و این حداقل یک هپی اند یک کم امیدوار کننده ای باشه که این نگاه کارگردان بوده و سلیقه اون بوده که این اتفاق نیفته. در هر حال خیلی ممنون که ویدیو من رو تحمل کردین و بیشترین کمکی که به من میکنید اینه که اگر از سرچ گوگل این ویدیو رو نگاه کردین سابسکرایب کنید کانال من رو و با لایک کردن و کامنت گذاشتن درباره این فیلم، درباره حرفهای من، اگر موافقید یا مخالفید یک بحثی زیر ویدیو را بیفته، خیلی ویدیو من بیشتر دیده میشه. ازتون ممنونم که علاوه بر تحلیل های فیلم من درباره فیلم های اصغر فرهادی و سینمای ایران و جهان که بعضی موقع فیلم هایی که دوست دارم رو تحلیل میکنم، تخصص خودم تدریس سولفج، پیانو، کیبورد و موسیقی کودک هست که در این کانال به صورت ویدیوهای آموزشی براتون انجام میدم. ممنونم از شما و همراهیتون.